بسم الله الرحمن الرحیم، بنده امید زندی هستم، عضو مدرسین فرادرس. در خدمت شما هستیم با یکی دیگه از مجموعه آموزشی فرادرس. در این آموزش قراره که به حل تمرین درس الکترونیک یک بپردازیم. خب همونطور که میدونید درس الکترونیک یک یکی از درسای پایه‌ای و مهم مقطع کارشناسی مهندسی برق هست و در این درس به فیزیک الکترونیک نیمه هادی ها و ادوات نیمه هادی مثل دیودها، ترانزیستورهای دو قطبی و ترانزیستورهای اثر میدان و همینطور طراحی مدارات الکترونیک با استفاده از ادوات نیمه هادی پرداخته میشه. خب پس در فصل اول آموزش حل تمرین الکترونیک یک به فیزیک الکترونیک و نیمه هادی ها میپردازیم. همونطور که میدونید اگه ما مثلا یک جسم استوانه‌ای رو به این صورت در نظر بگیریم که سطح مقطع اون A هست و طول اون هم L هست و فرقی نمی کنه که این جسم نیمه هادی باشه، هادی باشه و یا عایق باشه. در هر صورت این فلز رو در واقع از دید پایانه های A و B ما میتونیم به عنوان یک مقاومت الکتریکی در نظر بگیریم که مقدار مقاومت از این فرمول به دست می آید. R مساوی هست با رو ضرب در L تقسیم بر A که L همین طول قطعه هست، A سطح مقطع و رو هم مقاومت ویژه هست و واحد اون هم او ضرب در سانتی متر است. البته واحدهای دیگه مثل اوم ضرب در متر هم میتونیم در نظر بگیریم، اما چیزی که رایج هست همین اوم ضرب در سانتی متر است. و البته در بعضی مراجع به جای اینکه مستقیما از رو استفاده بکنن از یک تقسیم بر زیگما استفاده می کنند. یعنی در واقع رو برابر هست با یک تقسیم بر زیگما که زیگما رسانایی ویژه هست که واحد اون هم اوم ضرب در سانتی متر به توان منهای یک هست. خب حال بسته به این که این جسم عایق باشه یا هادی باشه و یا نیمه هادی باشه، رو و یا زیگما مقادیر مختلفی میگیرند. مثلا اگه جسم هادی باشه در این صورت رو خیلی کوچک هست، مقاومت ویژه خیلی کوچک هست. اگه جسم عایق باشه رو خیلی بزرگ هست و اگه جسم نیمه هادی باشه رو مقدار متوسط داره، یعنی در واقع یک مقداری بین رو مربوط به هادی ها و رو مربوط به عایق ها داره. و در آموزش الکترونیک یک هم اشاره کردیم که رو و یا زیگما وابسته به جنس این قطعه هست که فرمول اون هم برابر هست با n q ضرب در میو e. این فرمول کلی زیگما یا رسانایی برای هر جسم دلخواهی هست که n چگالی الکترون های آزاد هست، Q بار الکترون هست، مقدار ثابتی هست و برابر هست با اینطوری بنویسم 1.6 ضرب در 10 به توان منهای 19 کولون هست و میو ای هم قابلیت تحرک الکترون هست که میو ای هم فعلا در این مباحث ثابت در نظر میگیریم، اما اگه دقیق‌تر نگاه بکنیم میو ای هم تابع دما هست. خب هادی ها به دلیل این که الکترون های آزاد خیلی زیادی دارن، برای هادی ها n مقدار خیلی بزرگی هست. وقتی که n مقدار خیلی بزرگی باشه در این صورت باعث میشه که خود زیگما هم مقدار خیلی بزرگی باشه و طبیعتاً طبق این فرمول معکوس یک عدد خیلی بزرگ یک عدد خیلی کوچیک خواهد شد. برای عایق ها الکترون های آزاد خیلی کم هستن، یعنی n مقدار خیلی کوچیکی هست، در نتیجه باعث میشه که در واقع در مخرج یک تقسیم بر زیگما در مخرج یک عدد خیلی کوچیک وجود داشته باشد و طبیعتاً عکس معکوس کردن یک عدد خیلی کوچیک منجر به این میشه که رو خیلی بزرگ بشه. و برای نیمه هادی ها هم n مقداری بین هادی ها و عایق ها داره که باعث میشه که مقاومت ویژه نیمه هادی ها بین مقاومت ویژه هادی ها و عایق ها قرار بگیره. شاید این سوال پیش بیاید که ما میدونیم که مقاومت یک جسم تابع دما هست، یعنی هرچی دما رو افزایش میدهیم مقاومت هم
افزایش پیدا میکنه. خب در این فرمولی که در اینجا ارائه شده است، در هیچ کدام از پارامترها دما وجود نداره. اما اگه بخوایم دقیق‌تر در واقع بیان بکنیم، میو ای تابع دما هست. یعنی میتونیم به این صورت بنویسیم میو ای که تابع دما هست. وقتی که دما رو افزایش بدهیم، میو ای کاهش پیدا میکنه. یعنی رسانایی ویژه کاهش پیدا میکنه و طبیعتاً طبق این رابطه مقاومت ویژه هم افزایش پیدا میکنه و طبق رابطه اولی هم مقاومت جسم هم افزایش پیدا میکند. خب به عنوان تمرین اول فرض کنید که یک فلز استوانه‌ای دو ظرفیتی، یعنی در لایه آخر آرایش اتمی فلز دو الکترون وجود داره. فرض کنید این جسم رو به یک باتری 0.1 ولتی متصل بکنید. طول جسم برابر هست با 10 سانتی متر، قطر جسم برابر هست با 2 سانتی متر، فلز دو ظرفیتی هست، یعنی در هر اتم از فلز دو تا الکترون آزاد وجود داره. دقت کنید که چون فلز هم هست و طبیعتاً قطعه از جنس رسانا هست. خب وقتی که این قطعه رو به باتری 0.1 ولتی متصل می‌کنیم، یک جریان 10 آمپری در مدار برقرار میشه و ما از این آزمایش می‌خواهیم که قابلیت تحرک الکترون رو محاسبه بکنیم. جرم حجمی فلز هم برابر هست با 8.5 گرم بر سانتی متر مکعب. جرم حجمی دقیقا همون چگالی هست و جرم اتمی هم برابر هست با 68 گرم بر مول. یعنی هر مول از این جسم برابر هست با 68 گرم. و می خواهیم که قابلیت تحرک الکترون رو بر اساس این اطلاعاتی که در اینجا به ما داده شده است می خواهیم محاسبه بکنیم. ما شکل هندسی قطعه رو داریم. یک استوانه هست که طول اون برابر هست با 10 سانتی متر، قطر اون هم برابر هست با 2 سانتی متر و وقتی که به یک باتری 0.1 ولتی متصل میشه، جریان مدار برابر هست با 10 آمپر. خب طبق قانون اوم مقاومت جسم برابر هست با ولتاژ تقسیم بر جریان. خب ولتاژی که به جسم اعمال شده 0.1 ولت هست و جریان هم برابر هست با 10 آمپر. پس مقاومت جسم برابر هست با 0.01 اوم. از طرفی ما می‌دونیم که آر برابر هست با رو ال تقسیم بر ای. رو رو باید محاسبه بکنیم و ال و ای رو ما داریم. L برابر هست با 10 سانتی متر، بر حسب متر بنویسیم، برابر هست با 10^-1 و با داشتن قطر دایره، قطر سطح مقطع، مساحت سطح مقطع برابر هست با 1/4 π ضرب در d^2. d برابر هست با 2 سانتی متر. در نتیجه d رو جایگذاری می‌کنیم. 2 سانتی متر که بر حسب متر وارد بکنیم، 2^10^-2 هست. حاصل این عبارت برابر هست با 0.01 اوم و از روی این معادله باید رو رو به دست بیاریم. خب رو ضرب در 10^-1 تقسیم بر، خب 2^10^-2 برابر هست با 4^10^-4. خب 4 مخرج با 4 صورت حذف میشه و همینطور 10^-1 که صورت رو میتونیم کلن حذف بکنیم و از توان مخرج یک واحد در واقع یک واحد به توان مخرج اضافه بکنیم و همینطور پی که در مخرج رو قرار داره رو میتونیم به سمت راست منتقل بکنیم. پس رو برابر هست با 0.01 π ضرب در 10^-3 یا برابر هست با پی ضرب در 10^-5. و ما در فرمول آر مساوی با رو ال تقسیم بر ای، آر رو بر حسب
واحد اوم وارد کردیم، ال رو بر حسب متر و همینطور مساحت رو بر حسب متر مربع. پس طبیعتاً واحد مقاومت ویژه هم اوم در متر هست. خب برای اینکه مقاومت ویژه رو بر حسب اوم در سانتی متر بیان بکنیم، از این نکته استفاده می‌کنیم که 1 متر معادل 100 سانتی متر هست. پس این عدد رو در 100 ضرب بکنیم، مقاومت ویژه بر حسب اوم در سانتی متر به دست میآید. خب 100 برابر 10 به توان 2 هست و 10 به توان 2 در 10 به توان منهای 5 ضرب بشه برابر با 10 به توان منهای 3 خواهد شد. پس مقاومت ویژه با واحد اوم در سانتی متر برابر هست با پی ضرب در 10 به توان منهای 3. متر با متر ساده میشه و واحد اوم در سانتی متر هست. دقت کنید که ما برای تبدیل واحدها و محاسبه تعداد اتم ها و غیره دقیقاً مشابه همون روابطی استفاده می کنیم که در دبیرستان در درس شیمی یاد گرفتیم. خب پس رو ما محاسبه کردیم، حال می تونیم رسانایی رو محاسبه بکنیم. معکوس رسانایی همون رو هست، یا رسانایی برابر هست با همون معکوس مقاومت ویژه. در نتیجه رسانایی برابر هست با 1 تقسیم بر پی ضرب در 10 به توان منهای 3، یا برابر هست با 10 به توان 3 تقسیم بر پی که واحد اون هم اوم در سانتی متر به توان منهای 1 هست. از طرفی میدونیم که رسانایی برابر هست با NQ میو ای که ما به دنبال میو ای یا قابلیت تحرک الکترون هستیم. خب کیو مشخصه، کیو بار الکترون هست و برابر هست با 1.6 ضرب در 10 به توان منهای 19 کولون. فقط میمونه N رو محاسبه بکنیم. N تعداد الکترون های آزاد در واحد سانتی متر مربع هست. خب از روی چی ما N رو به دست میاریم؟ از روی جرم اتمی و جرم حجمی. خب N برابر هست با تعداد الکترون های آزاد در واحد سانتی متر مکعب. خب N برابر هست با تعداد اتم های فلز در واحد سانتی متر مکعب ضرب در ظرفیت فلز. چرا که در مسئله ما فلز دو ظرفیتی هست، یعنی هر اتم فلز دارای دو تا الکترون آزاد هست. خب حال تعداد اتم های فلز در واحد سانتی متر مربع رو چجوری حساب بکنیم؟ خب رابطه جرم حجمی فلز 8.5 گرم بر سانتی متر مکعب هست، یعنی 1 سانتی متر مکعب از فلز دارای جرم 8.5 گرم هست. از طرفی طبق رابطه جرم اتمی هر مول از این جسم دارای جرم 68 گرم هست. در نتیجه ضرب داره 1 مول از جسم برابر هست با 68 گرم. خب این دو تا عدد رو کس رو در هم ضرب بکنیم، واحد کلی برابر هست با گرم با گرم، گرم با گرم ساده میشه و واحد کلی برابر هست با مول بر سانتی متر مکعب، یعنی تعداد مول های فلز در واحد سانتی متر مکعب. از طرفی ما میدونیم که 1 مول معادل ASF اتم از فلز هست که ASF عدد اوگادرو که برابر هست با 6.23 ضرب در 10 به توان 23. پس الان در واقع این سه تا کس رو در هم ضرب بکنیم، بیانگر تعداد اتم های فلز در واحد سانتی متر مکعب هست. و اگه این عدد رو در ظرفیت فلز که 2 هست ضرب بکنیم، N یا تعداد الکترون های آزاد در واحد سانتی متر مکعب به دست می آید. خب پس N برابر هست با 8.5 بر 68 تقسیم بشه دقیقا معادل 1/8 هست. پس 1/8 ضرب در عدد اوگادرو که برابر هست با 6.23 ضرب در 10 به توان 23. و همینطور در انتها هم 1/2 داریم به خاطر ظرفیت فلز. و واحد N هم 1 بر سانتی متر مکعب هست که به صورت cm به توان منهای 3 هم نمایش میدهند. خب
پس n برابر هست با 6 ممیز 23 هزارم تقسیم بر 4. 2 با 8 میتونه ساده بشه و در مخرج 4 میمونه. ضرب در 10 به توان 23 بر سانتی متر مکعب. خب از طرف ما از قبل رابطه رسانه‌ای رو میدونیم، برابر هست با n q میو ای. در نتیجه میو ای برابر هست با رسانه‌ای تقسیم بر n q. در وارد کردن واحد ها دقت بکنید. رسانه‌ای رو ما محاسبه کردیم. رسانه‌ای برابر هست با 10 به توان 3 تقسیم بر پی او در سانتی متر به توان منهای 1 هست. n هم محاسبه کردیم. n هم برابر هست با 6 ممیز 23 هزارم تقسیم بر 4 ضرب در 10 به توان 23 و همینطور q هم بار الکترون هست و برابر هست با 1 و 6 دهم ضرب در 10 به توان منهای 19 کولون. خب پس میو ای برابر هست با 10 به توان 3 تقسیم بر پی. 4 که در مخرج قرار گرفته رو ما میتونیم به صورت منتقل بکنیم. پس صورت 4 ضرب در 10 به توان 3 میشه و مخرج هم پی ضرب در 6 ممیز 23 هزارم ضرب در 1 و 6 دهم ضرب در 10 به توان 23 ضرب در 10 به توان منهای 19 هم معادل 10 به توان 4 هست و همینطور 10 به توان 3 صورت با 10 به توان 4 مخرج میتونه ساده بشه و در مخرج 10 میمونه. پس میو ای برابر هست با 4 تقسیم بر پی ضرب در 6 ممیز 23 هزارم ضرب در 1 و 6 دهم ضرب در 10 هم برابر با 16 هست و دوباره 4 با 16 میتونه ساده بشه. در نتیجه میو ای برابر هست با 1 تقسیم بر 4 پی ضرب در 6 ممیز 23 هزارم و واحد اون هم سانتی متر مربع تقسیم بر ولت ضرب در ثانیه هست، چرا که ما واحد حجم رو سانتی متر مکعب و واحد طول رو هم سانتی متر و همینطور واحد رسانه‌ای رو هم او ضرب در سانتی متر به توان منهای 1 در نظر گرفتیم که اینها باعث میشه که واحد قابلیت تحرک الکترون ها هم سانتی متر مربع تقسیم بر ولت در ثانیه به دست بیاید. خب برای محاسبه این کسر هم میتونید به راحتی از یک ماشین حساب استفاده بکنید، اما ما در اینجا برای انجام محاسبات ریاضی از نرم‌افزار مطلب استفاده میکنیم. خب میو ای برابر هست با 1 تقسیم بر 4 ضرب در پی ضرب در 6 ممیز 23 هزارم که میو ای که در اینجا با یو ای نمایش دادیم برابر هست با 132 ده هزارم. پس میو ای برابر هست با 132 ده هزارم سانتی متر مربع تقسیم بر ولت ضرب در ثانیه. خب فرمولی که در اینجا ارائه شده است، یعنی زیگما مساوی با ان کیو میو این یک فرمول کلی هست و برای تمام جسم‌های هادی عایق و نیم هادی استفاده میشه، اما در الکترونیک یک بیشتر در واقع از این فرمول در رابطه با نیم هادی ها استفاده میشود. ما میدونیم که در نیم هادی ها جریان هم تابع الکترون ها هست و هم تابع حفره ها، یعنی جریان نیمه هادی ها میتونه ناشی از الکترون ها باشه و یا ناشی از حفره ها باشه. خب چگالی الکترون ها رو ما در فیزیک الکترونیک نیمه هادی ها با N نشون میدهیم و چگالی حفره ها رو هم با P نمایش میدهیم. خب در این صورت برای یک نیمه هادی رابطه رسانه ویژه به این صورت به دست میآید. N Q میو N دقیقا مشابه قبلی هست. N چگالی الکترون ها هست، Q بار الکترون و میو N هم قابلیت تحرک الکترون ها هست. اما چون در نیمه هادی ها جریان نیمه هادی تابع حفره ها هم هست، پس در واقع باید یک عبارت دیگه به این زیگما اضافه بکنیم. P Q میو P که P همون چگالی حفره ها هست، کیو بار الکترون و میوپی هم قابلیت تحرک حفره ها هست و
میو ان هم قابلیت تحرک الکترون ها هست. در نیمه هادی ها ممکنه که ان خیلی کوچیک باشه اما پی خیلی بزرگ باشه و در نتیجه زیگما یا رسانه‌ای مقدار بزرگی باشه، و یا بالعکس ممکنه که ان مقدار خیلی بزرگی داشته باشه، پی مقدار خیلی کوچیکی داشته باشه و منجر به رسانه‌ای نیمه هادی بشه، و یا اینکه هم ان و هم پی مقادیر بزرگی داشته باشن که منجر به این بشه که زیگما هم مقدار بزرگی باشه. خب از طرفی میدونیم که ما دو نوع نیمه هادی داریم. نیمه هادی ذاتی داریم که نیمه هادی هست که چگالی الکترون ها با چگالی حفره ها برابر هست و با ان آی نمایش میدهن، که ان آی مقدار ثابتی هست و وابسته به جنس نیمه هادی مثلا سیلیسیوم و یا ژرمانیوم باشه و همینطور تابع دما هست. و نیمه هادی غیر ذاتی داریم که نیمه هادی هست که دارای دوپینگ هست، یعنی یک عنصر سه ظرفیتی و یا پنج ظرفیتی به شبکه اتمی نیمه هادی سیلیسیوم و یا ژرمانیوم اضافه شده که باعث میشه که N و P متفاوت از هم باشند، یعنی در این حالت N و P مخالف هم هستند. اما به هر حال هم برای نیمه هادی های ذاتی و هم برای نیمه هادی های غیر ذاتی فرمول رسانه‌ای ویژه نیمه هادی از این رابطه تبعیت میکنه، n q میو n علاوه p q میو p. خب گفتیم که برای یک نیمه هادی ذاتی n و p با هم برابر هستن و برابر با n i هست. مثلا برای سیلیسیوم، برای نیمه هادی سیلیسیوم در دمای 27 درجه سلسیوس n i برابر هست با 1.5 ضرب در 10 به توان 10 که واحد اون هم 1 بر سانتی متر مکعب یا سانتی متر یا سی ام در واقع به توان منهای 3 هست. اما در حالت کلی n i وابسته به دما هست. اما اگه نیمه هادی دوپینگ داشته باشه N و P رو باید چجوری به دست بیاریم؟ برای محاسبه N و P برای نیمه هادی غیر ذاتی از دو تا قانون استفاده می‌کنیم. قانون اول قانون اثر جرم هست که این قانون بیان می‌کنه که همواره حاصل ضرب چگالی الکترون‌ها در چگالی حفره‌ها ثابت و برابر هست با N i به توان 2. این یک معادله، و معادله بعدی از قانون خنثا بودن نیمه هادی به دست می آید. چرا که نیمه هادی چه ذاتی باشه و یا چه غیر ذاتی باشه همواره خنثا هست. خب ابتدا فرض کنیم که N و P با هم برابر هستند، یعنی نیمه هادی ذاتی هست. طبیعتاً برای اینکه نیمه هادی خنسا باشه باید N و P با هم برابر باشن تا تعداد حفره ها و تعداد الکترون ها با هم برابر باشن تا خود نیمه هادی هم کاملا خنسا باشه. حال فرض کنید که ما چگالی اتم های سه ظرفیتی که به نیمه هادی اضافه کردیم رو با N A و چگالی اتم های پنج ظرفیتی رو هم با N D نمایش بدهیم. پس N A چگالی اتم های سه ظرفیتی هست و ND هم چگالی اتم های پنج ظرفیتی هست. خب وقتی که به تعداد NA از یک اتم سه ظرفیتی به بلور سیلیسیوم ذاتی اضافه میشه، NA اتم سه ظرفیتی با دریافت NA الکترون تبدیل به یون منفی خواهند شد. خب در حالت اول ما N تا یون منفی داریم، اما در این حالت چون NA اتم سه ظرفیتی NA تا الکترون دریافت میکنن و تبدیل به یون منفی میشوند، پس در این حالت کل تعداد یونهای منفی برابر هست با N به علاوه NA. و از طرف دیگه وقتی که ND تا از یک اتم پنج ظرفیتی به یک بلور سیلیسیوم اضافه میشه، هر اتم یک الکترون از دست میده و تبدیل به یون مثبت خواهد شد. پس در کل ما در بلول سیلیسیوم ND تا یون مثبت خواهیم داشت. در حالت اول تعداد یونهای مثبت P بود،
تعداد بارهای مثبت پی بود، اما در این حالت ان دی تا یون مثبت یا بار مثبت به شبکه بلور اضافه میشه که طبق قانون خنثی بودن نیمه هادی، چون در کل نیمه هادی باید خنثی باشه، ان به علاوه ان ای باید با پی به علاوه ان دی باید برابر باشه تا در واقع در کل نیمه هادی غیر ذاتی هم خنثی باشه. از روی این دوتا قانون یا این دو معادله دو مجهول غیر خطی، ما میتونیم با داشتن ان آی، ان ای و ان دی میتونیم ان و پی رو به دست بیاریم. خب در تمرین دوم فرض کنید که ان آی بر حسب دما به این صورت به ما داده شده است. ان آی برابر هست با 3.87 ضرب در 10 به توان 16 ضرب در تی به توان 1.5 ضرب در ای به توان منهای 7000 تقسیم بر تی هست که واحد اون هم معکوس سانتی متر مکعب هست. خب همونطور که مشاهده میکنید در واقع ان آی تابع دما هست، ان آی تابع تی یا تابع دما هست و همینطور میو ان یا قابلیت تحرک الکترون ها هم برابر هست با 1300 ضرب در تی تقسیم بر 300 ضرب در بتان 2.6 واحد اون هم سانتی متر مربع تقسیم بر ولت ضرب در ثانیه هست و همینطور میو پی یا قابلیت تحرک حفره ها هم برابر هست با 500 ضرب در تی تقسیم بر 300 بتان 2.6 و واحد اون هم سانتی متر مربع تقسیم بر ولت ضرب در ثانیه هست و تی دما بر حسب کلوین هست. تی دما بر حسب کلوین هست و میدونیم که تی برابر هست با دما بر حسب سلسیوس به علاوه 273. خب این در واقع سه تا معادله ان آی، میو ان و میو پی بر حسب دما برای سلسیوم خالص هست و در قسمت الف تمرین دوم میخواهیم مقاومت 1 میله استوانه‌ای به طول 5 سانتی متر و وسط مقطع 10 سانتی متر مربع از جنس سیلیسیوم خالص را در دماهای 27 درجه سلسیوس و 127 درجه سلسیوس رو به دست بیاریم. خب ابتدا قسمت الف رو حل میکنیم و سپس به قسمت ب این تمرین میپردازیم. خب همونطور که میدونید R یا مقاومت برابر هست با رو ضرب در L تقسیم بر A و به این صورت هم میتونیم بنویسیم 1 تقسیم بر زیگما ضرب در L تقسیم بر A که خود زیگما هم چون جنس میله از جنس سیلیسیوم خالص هست، یعنی سیلیسیوم ذاتی، در این صورت N و P با هم برابر هستند و برابر هست با N I. پس رابطه رسانایی برای یک سیلیسیوم خالص برابر هست با N I ضرب در Q ضرب در میو N علاوه میو P. این دقیقا از این رابطه، اگه برای سیلیسیوم خالص این رابطه رو بنویسیم، چون N و P با هم برابر هستن و برابر با NI هست، در نتیجه میتونیم از یک NI به این صورت فاکتور بگیریم. خب این قسمت مقاومت ویژه هست، ضرب در L تقسیم بر A بشه R به دست میآید. خب در حالت اول دما 27 درجه سلسیوس هست که معادل هست با 273 به علاوه 27 درجه کلوین که معادل هست با 300 درجه کلوین. خب در این صورت ان آی برابر هست با، کافیه که در این رابطه به جای تی از 300 استفاده بکنیم، 3.87 ضرب در 10 به توان 16 ضرب در 300 به توان 1.5 ضرب در ای به توان منهای 7000 تقسیم بر 300.
خب این ni هست میو n برابر هست با، در این رابطه اگه t رو 300 قرار بدهیم داخل پرانتز برابر هست با 300 تقسیم بر 300 که برابر با 1 به دست میآید. یعنی میو n برابر هست با 1300 ضرب در 300 تقسیم بر 300 به توان 2.6 دهم که برابر با 1300 به دست میآید. و همینطور میو p هم برابر هست با 500 ضرب در 300 تقسیم بر 300 به توان 2.6 دهم که برابر با 500 به دست میآید. خب ni رو با استفاده از در نظر مطلب ساده می کنیم. ni برابر هست با 3.87 صدم ضرب در 10 به توان 16 ضرب در 300 به توان 1.5 300 به توان 1.5 ضرب در ای به توان منهای 7000 تقسیم بر 300 که در واقع ای به توان منهای 7000 تقسیم بر 300 رو به این صورت می نویسیم. exp منهای 7000 تقسیم بر 300. در نتیجه ni برابر هست با 1.4786 ضرب در 10 به توان 10 که در واقع با دقت دو رقم اعشار در واقع ni رو نشون بدهیم، ni برابر هست با 1.48 صدم ضرب در 10 به توان 10، در واقع رقم سوم رو ما گرد میکنیم. پس ni برابر هست با 1.48 صدم ضرب در 10 به توان 10، واحد اون هم سانتی متر به توان منهای 3 هست و واحد میو ان هم برابر هست با سانتی متر مربع تقسیم بر ولکس ضرب در ثانیه و همینطور واحد میو پی هم باز هم مشابه میو ان هست. خب بعد از محاسبه ni، میو ان و میو پی حال میتونیم آر یا مقاومت نیمه هادی رو محاسبه بکنیم. آر برابر هست با 1 تقسیم بر niq میو ان به علاوه میو پی ضرب در ال تقسیم بر a. و در اینجا در وارد کردن اعداد و واحدهای اونها دقت بکنید. در اینجا واحد ni سانتی متر مکعب به توان منهای 1 هست و واحد میو ان هم سانتی متر مربع تقسیم بر ولت ضرب در ثانیه هست و همینطور واحد میو ان و میو پی با هم مشابه هستند. پس در نتیجه واحد ال یا واحد طول رو باید سانتی متر و واحد مساحت رو هم باید با واحد سانتی متر مربع وارد بکنیم. خب پس آر برابر هست با 1 تقسیم بر ان آی که ان آی برابر هست با 1.48 صدم ضرب در 10 به توان 10 ضرب در کیو که کیو هم برابر هست با 1.6 دهم ضرب در 10 به توان منهای 19 ضرب در مجموع میو ان و میو پی که 1300 به علاوه 500 برابر با 1800 هست ضرب در ال تقسیم بر ای که ال برابر هست با 5 سانتی متر و ای هم برابر هست با 10 سانتی متر مربع. ال 5 سانتی متر هست و ای هم 10 سانتی متر مربع. خب 5 رو میتونیم با 10 ساده بکنیم و در مخرج 2 میمونه و در نتیجه آر برابر هست با 1 تقسیم بر 1.48 صدم ضرب در 1.6 دهم در 2 ضرب بشه 3.2 دهم به دست میآید و همینطور 1800 رو به صورت 18 ضرب در 10 به توان 2 می‌نویسیم و 18 رو در اینجا می‌نویسیم و همینطور 10 به توان 2 با 10 به توان 10 ضرب بشه 10 به توان 12 به دست میآید و 10 به توان 12 هم در 10 به توان منهای 19 ضرب بشه 10 به توان منهای 7 به دست میآید. پس مقاومت برابر هست با 10 به توان منهای 7 رو به صورت منتقل بکنیم، مقاومت برابر هست با 10 به توان مثبت 7 تقسیم بر 1.48 صدم ضرب در 3.2 دهم ضرب در 18 که واحد مقاومت هم اوم هست. خب برای محاسبه این کسر هم میتونیم از نظر مطلب استفاده بکنیم. در صورت 10 به توان 7 قرار میگیره و در مخرج هم 1.48 صدم ضرب در 3.2 دهم ضرب در 18 که مقاومت برابر هست با 1.173 هزارم ضرب در 10 به توان 5. 1.173 هزارم ضرب در 10 به توان 5 اوم.
که بر حسب کیلو اوم هم این مقاومت رو بنویسیم، مقاومت 117.3 کیلو اوم هست. هر کیلو اوم معادل 10^3 اوم هست. پس در دمای 27 درجه سلسیوس مقاومت برابر با 117.3 کیلو اوم به دست اومده. حال در حالت بعدی دما رو 127 درجه سلسیوس در نظر میگیریم، یعنی دما رو 100 درجه افزایش میدهیم و دوباره مقاومت رو محاسبه میکنیم. خب در حالت دوم دما 127 درجه سلسیوس هست که معادل هست با 273 به علاوه 127 درجه کلوین یا 400 درجه کلوین. خب در این صورت Ni برابر هست با، در این رابطه به جای T 400 میذاریم، Ni برابر هست با 3.87 ضرب در 10^16 ضرب در 400 بتان 1.5 ضرب در ای بتان منهای 7000 تقسیم بر 400. همینطور میو ان هم در این رابطه به جای تی 400 میذاریم، میو ان برابر هست با 1300 ضرب در 400 تقسیم بر 300 بتان 2.6 و همینطور میو پی هم برابر هست با 500 ضرب در 400 تقسیم بر 300 بتان 2.6. خب این عبارت ها رو هم با استفاده از نرم‌افزار مطلب محاسبه میکنیم. خب 3.87 برای اینکه از اینجا دوباره بیایم ان آی رو محاسبه بکنیم، وقتی که 3.87 رو نوشتیم اگه فلش بالا رو یه بار بزنیم همین عبارت دوباره در اینجا ظاهر میشه که کافیه که بیایم در اینجا به جای 300 از 400 استفاده بکنیم. 3.87 ضرب در 10^16 ضرب در 400 بتان 1.5 ضرب در ای بتان منهای 7000 تقسیم بر 400 که در این حالت ان آی برابر هست با 7.7741 ضرب در 10^12. یعنی با دو رقم اعشار بنویسیم، ان آی برابر هست با 7.77 ضرب در 10^12 و واحد اون هم معکوس سانتیمتر مکعب هست. و همینطور میو ان، میو ان هم برابر هست با 1300 ضرب در 400 تقسیم بر 300 بتان 2.6. این عبارت رو محاسبه کنیم، برابر هست با 2.7465 ضرب در 10^3، یعنی در واقع برابر هست با 2746.5 و واحد اون هم سانتیمتر مربع تقسیم بر ولت ضرب در ثانیه هست. و همینطور میو پی، برای محاسبه میو پی هم کافیه که در محاسبه قبلی به جای 300 از 500 استفاده بکنیم. میو پی هم برابر هست با 1.564 ضرب در 10^3. ای مثبت 0.3 به معنی اینه که این عدد رو باید در 10^3 ضرب بکنیم که برابر هست با 1056.14. خب پس مقاومت R در دمای 400 کلوین هم برابر هست با طبق فرمول قبلی 1/NIQ میو N به علاوه میو P ضرب در L تقسیم بر A. خب 1/NI که برابر هست با 7.77 ضرب در 10^12 ضرب در Q که Q هم 1.6 ضرب در 10^-19 هست ضرب در مجموع میو N و میو P. 2746.5 به علاوه 1056.4 این مجموع میو ان و میو پی هست ضرب در ال تقسیم بر ای که ال 5 سانتی متر و ای هم 10 سانتی متر مربع هست. خب 5 تقسیم بر 10 برابر با 1/2 هست، پس در مخرج 2 میمونه و این کسر هم برابر هست با 1 تقسیم بر. این دو رو میتونیم بیاریم در 1.6 ضرب بکنیم، 1.6 ضرب در 2 3.2 میشه، 3.2 ضرب در 7.77 ضرب در 2746.5 به علاوه 1056.4 ضرب در.
ده به توان 12 ضرب در 10 به توان منهای 19 هم معادل 10 به توان منهای 7 هست. که 10 به توان منهای 7 رو میتونیم بیاریم در صورت هم بنویسیم. یعنی صورت رو 10 به توان مثبت 7 در نظر بگیریم و 10 به توان منهای 7 در مخرج رو حذف بکنیم. این عبارت رو هم با سوده از نرم‌افزار مطلب محاسبه می‌کنیم. با سوده